سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. بریم که با هم یه میکاپ اسموکی خوشگل رو انجام بدیم. اول از همه از ماسک زیر چشم استفاده می کنم که این ماسک زیر چشم رو رطوبت رسانی می کنه به صورت عمیق و همینطور ویتامین ای هم داره. بعد از اون از کانسیلر برای بالای پیک هم استفاده می کنم و اونو خوب فیدش می کنم که شروع کنم سایه رو بزنم، چون که این ماسک که زیر چشمم استفاده کردم باید 15 دقیقه بمونه، برای همین تو این فاصله ما سایه بالای چشم رو می زنیم و بعد از اون میریم سراغ کرم پودر و سایه زیر چشم و بقیه داستان ها. خب برای سایه هم من از سایه پالت بالم استفاده کردم که پایینش یه دونه حالت پرایمر تیره داره که حالت کرمی ماننده و با بورس شروع میکنید این رو به صورت حالت چی میگن هلالی مانند پشت پلکتون میزنید. این پرایمر درسته که تیره است، ولی در واقع کار سایه مشکی رو نمیکنه. این چه کار میکنه؟ این در واقع باعث میشه که یه زیرساز و یه پرایمر برای سایه‌تون باشه، ولی یه زیرساز تیره برای سایه، یعنی برای سایه هایی که میخواین تیره باشه و اسموکی باشه اول از این پرایمر تیره استفاده میکنین و بعد سایه رو میزنین روش. مثلا سایه قهوه‌ای که الان من زدم، شاید به صورت معمولی اگه بدون این پرایمر استفادهش کنم انقدر تیره نباشه که الان دارید توی ویدیو میبینید. این پرایمر کارش اینه و بعد از اون با یه قلموی تمیز شروع میکنم خط دورش رو به صورت چرخشی فیدش میکنم که خطی نداشته باشه. و برای خط چشم من اومدم از خط چشم ماژیکی تارت استفاده کردم که خب خط چشم های ماژیکی برای اونایی که یه ذره خط چشم کشیدن براشون مشکله قدرت مانور بهتری میده نسبت به خط چشم های مویی. و برای طریقه خط چشم کشیدن من ابتدا اومدم دوم خط چشم رو کشیدم و اون حالتی که دلم خواست و به فرم چشمم می اومد رو کشیدم، ولی تا گوشه داخلی چشمم خط چشم رو ادامه ندادم و تقریبا میتونم بهتون بگم که تا بالای مردمک چشمم اینو آوردم و قسمت سفیدی که داخل چشم قرار میگیره اونجا رو من خط چشم نکشیدم و اونجا رو گذاشتم همون حالت رنگ سایه باقی بمونه. گوشه داخلیش رو بعدن جلوتر بهتون میگم که چجوری کشیدمش. برای ریمل هم من از ریمل ایروشه استفاده کردم که خب به نظر من ریمل خوبیه، نمیدونم چرا یه جورایی دوستش دارم، چون که موجه ها رو به هم دیگه نمیچسبونه و حالت طبیعی و خوبی میده. از موجه مصنوعی برند کیس استفاده کردم و چسبی هم که استفاده کردم از این چسبایی که وقتی خشک میشه هیچ رنگی نداره و در واقع شیشه ایه. بعد از مراحل چسبوندن موجه میریم سراغ پوست. من از پرایمر بنفیت استفاده کردم که خب خیلی پرایمر خوبیه و تمام منافذ پوست رو میپوشونه و باعث میشه که کرم پودر روی پوستتون خیلی صاف و خوشگل باشه. لازم هم نیست که با قلم مو پرایمر رو بزنید، چون خیلی یه بافت خیلی نرمی داره و با هم انگشت که بزنید خیلی بهتره. برای کرم پودر هم از کرم پودر استیلادر استفاده کردم که قبلا هم تو ویدیوهای قبلی گفتم بهتون خیلی کرم پودری خوبیه، وقتی که خشک میشه روی پوست کامل فیکس میشه و به هیچ عنوان وقتی دستتون به صورتتون میخوره رنگی پس نمیده. برای ابرو هم باز از برند بنفیت استفاده میکنم که همینجور که داخل این ویدیوی پایین کوچولو میبینید بالاش قسمت بالاش حالت مدادی داره و سرش یه مقدار کجه و پایینش هم حالت پودری داره که میتونید به صورت حالت سایه ابرو ازش استفاده کنید، که خب برند بنفیت هم محصولات ابروش واقعا فوق العاده است. و سایه طلایی همون پالت بال گوشه داخلی چشم رو طلایی میکنم و داخل اون حالت قهوه‌ای مانند قسمت بالاش رو فید میکنم و زیر چشمم هم یه مقدار حالت خطی تا وسط های چشم طلایی میکنم.
گوشه داخلی چشم رو همجوری که میبینید یه مثلث خیلی کوچیک میکشم به سمت بیرون که چشم حالت کشیده تر بشه و این کار رو برای افرادی که چشمای نزدیک به همی دارن اصلا توصیه نمی کنم، چون این باعث میشه که چشماتون به همدیگه نزدیک تر دیده بشه. و برای داخل چشمم از مداد چشم هدا بیوتی استفاده میکنم که خب مشکیش خیلی خوبه و نمیریزه و من چون نمیتونم حالت سرمه بکشمش، پلکم و یه مقدار با دستم میکشم پایین و داخلش رو با مداد پر میکنم. گوشه بیرونش رو پایین چشمم رو خیلی کم کوچولو از زیر وصلش میکنم به خط چشم بالا و آروم با قلمو یه کوچولو فیدش میکنم و از برانزر آرتکو استفاده کردم که استخون گونه، فک و بینی رو میتونید با برانزر یه مقدار بهش عمق بدید. هایلایترم که هایلایتر معروفیه که شکست و توی ویدیوهای قبلی ترمیمش کردم و حالا میبینید که ازش استفاده میکنم و کاملا جواب میده. از رژ لب رولون استفاده میکنم که مات هستش ولی خشک نمیشه، حالت کرمی مانند داره روی لب و نرم و خوبه. خب امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و لذت ببرید. من شما رو تو ویدیو بعد میبینم. خدافظ.